با سلام و درود احترام خدمت هموطنان هم در سراسر دنیا، دنیایی که آینده بدون برو برگرد و بدون استثناء و بدون هیچ شرطی نیازمند ایران و ایرانی خواهد بود، شک نکنید. آخرین کلیپ با چند تا از این اساتید اروپایی که با هم دادن اینجا و از قبل منو میشناختن، نشستیم یه جای با عزتون یه چیزی خوردیم و یه صحبتی روشون کردم و عملا پذیرفتن. حالا بعد آخرین کلیپ بعد خواهم گفت. از اخبار رو صحبت خواهم کرد، اخبار روز خنددار، غیر خنددار و همه رقم خواهم گفت، ولی اولیش از چون روزا سالگرد اون جنایتکار بزرگ و واقعا نادان و بیشرف و حرامزاده و دروغگو و دزد بیشرف سلیمانی بود، منم از سلیمانی چیزی بگم که واسه خوشتون بیاد. البته من نمیگم، حداد عادل میگه، من نقل قول میکنم. صحت و سقوط بوده خودش. ماجرا عکس حاج قاسم در اتاق وزیر دفاع آمریکا، غلام علی حداد عادل. یکی از دوستان من که آقای دکتر خوشرو که نماینده سابق ایران در سازمان ملل بود و قبلا هم در آمریکا در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل بود، خیلی جالبه، برای من به نقل از کسی که به دیدار وزیر اسبق دفاع آمریکا رفته بود یک مطلب عجیب را نقل میکند. ایشان میگفت و این وزیر دفاع برای خود دفتری در داشته و برای مؤسسات آمریکا مثل پنتاگون یا وزارت دفاع، دانشگاه ها، کارهای مطالعاتی راهبردی در امور نظامی و دفاعی آمریکا انجام میداده است. یعنی میخواد بگه که آدم خیلی مهم و بزرگی بوده. او میگوید وقتی وارد دفتر این وزیر شدم، دیدم یک عکس تمام قد بزرگ و بلند بالایی از سردار سلیمانی رو مقابل خود روی دیوار نصب کرده. این فرد تعجب کرده و سوال میکنه شما چه نسبتی با سلیمانی دارید؟ شما میدونید که او دشمن شماست و شما هم دشمن او هستید. فلسفه این که عکسی به این بزرگی و تمام قدر در دفتر کار خود نصب کرده اید چیست؟ او گفته بود برای اینکه من میدانم متوجه این نکته من دائم متوجه این نکته باشم که هر کاری که ما میکنیم و آن این آدم خونسا میکند و این عکس رو نصب کردم تا فراموش نکنیم که در منطقه چه کسی نقطه مقابل ماست. سایت چه بطن امروز زدیم؟ آقای حداد عادل خیلی بامزه، خیلی جالبه، خیلی جوکی، خیلی زو گفته است. قبل از انقلاب هر 100 تا بچه بودن 150 درصد بچه میمردن، 150 درصد خیلی حرف بوده. حالا تا هم آدم هست بی شرفی. خب هند، دوستانی که هند رفتن میدونن این ظاهر چیز هندوها به خصوص، هر امامزاده باشه، هر چیزی باشه، میره با مسلمان باشه، مسیحی باشه، هر چی، اینا هندوایی که هندو هستن، دینشون هندو هست، اینا میرن اونجا، کارم ندارن. و میرن خلاصه میگن یکی ازش خلاصه حاجت ما برآورده میکنه. اما در شمال از ظاهران به دلیل ازدحام جمعیت در هند کشته و زخمی شدن. پلیس منطقه جامو و کشمیر هند اعلام کرد که به دلیل ازدحام جمعیت در زیارتگاه هندوها حداقل 12 نفر کشته شدن و شمار دیگه زخمی شدن. رسانه محلی گزارش دادن که تعداد زیادی از ظاهران در اول روز سالنو به زیارتگاه رفته بودند. بله، آقای مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی، خیلی جالبه این، مجلس ایران میگوید حفظ یا حذف ارز 4200 تومانی انتخاب بین بد و بدتر است و باید تلاش کنیم ضربه ای که به زندگی مردم وارد می شود ملایم تر باشد. خوب حرف بوده نتونید ضربه ای باید آرمان تر باشد. تو بزن ضربه رو بعد ضربه رو می خوری، به چه ضربه ای هم می خوری، بازی رو باختید، هر کاری بکنید هیچ کار نمی تونید بکنید، اینقدر هم گند زدید که دیگه اصلا یک منجلاب شده واسه شما، بوی تعفن غرق شدن در فساد دنیا رو گرفته دیگه، باید مردم ایران برسه. 4200 یعنی حلم کنید باختید، حلم نکنید باختید، هر کاری بکنید باختید، چون اصل قصه خرابه. متوی مهدی طغیانی به خبرگزاری ایران کار ایران ایلنا گفته تخصیص از 4200 یعنی که نوع یارانه از سوی دولت به کالاهای اساسی محسوب می شود موجب جلوگیری از تورم و افزایش قیمت ها نشده است. معلوم نمیشه 90 درصد پول میره تو بازار آزاد ارز میشه 4200 میشه 25000 تا 27000 میفروشه، یک تعداد چه میرسه، همین کاری که اول این توتی نگیر 50 انجام ده، همین فرق نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، همین آشکار، همین آشکار کاسه است.
پس میگه که جلوگیری از تورم افزایش قیمت نشده است. یکی از عمده ترین تغییرات اقتصادی در نخستین لایحه بودجه دولت رئیسی برای سال آینده حذف دلار 4290 است که برای واردات کالای اساسی مورد استفاده قرار می گرفت و حذف آن موجب ایجاد نگرانی های در مورد افزایش قیمت کالای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این نماینده مجلس خواهان اجرای سیاست های حمایتی دولت همزمان با حذف ارز 4290 و توزیع عادلانه تر یارانه ها چون عدالت بینید چیه بیشرف ها عادلانه تر توزیع عادلانه تر یارانه ها و گفته کسی نمیگوید که اول فروردین قیمت ها رو آزاد کنید و ملت رو به امان خدا رها کنید. شما به امان خدا رها کنید، شما پدرت در اومده است، بلکه ما باید تلاش کنیم که ضربه ای که به زندگی مردم وارد میشود مرعب تر باشه. با نماینده مجلس بارزود با ایزا و دولت درگیر شدید هم درگیر هستن. نماینده مجلس میدونن که اینا اگر اتفاق بیفته تو حوزه انتخابش جرات نمیکنن برای مردم چوب تو پلاستای راه آخر میاد دهشو بزنه بیرون، خودشون هم میدونن. بعد میخوام بزن گردن دولت، دولت میگه آقا ما ارز دادیم 4290 شما چی با ما سبب بکنید؟ میگه آقا ما کار به حرف نداریم، ما ترس مردم هر کاری که به نفع مردم باشه هر چه اجرا نشه ما میکنیم. شدیداً درگیر هستن. خامنه‌ای هم رفتن پیشش گفته من نمیدونم، بیا تو بریم بیرون، همون بیرون کرد اونجا با آقا دیگه اش اصلا ذکر داره میگم اونجا با ذکر گفته جونت در بیاد تا ذکر بشه به جون توی کثافت و اون عمال بیشرف حرم زدند که میشه شک دقیقه سرم خواست الان بریم مجلس و چیزهایی درگیری هست با دولت، دولتی که این آقا رئیسی رئیس جمهورش هست و آقای محسن رضایی معاون اقتصادیش هست. کت خدای ده که مرغابی بود وای که در آن ده چه رسوایی بود. فشار مردم چه کارتون کرده؟ ذلیلتون کرده، سکنج بردتون، آچمزتون کرده. هنوز اولشه، هنوز اولشه. خب پس اینم که آقای طغیانی گفته کارو ضربه ضعیف باشه که ضربه ضعیف چیز نخورن، محکم نخورن. بله خب اینا آمدن این روزا خیلی شاخ شده که آقا ما فلان کردیم بیسار کردیم توی هیری ویرو توی بی پولی توی گرفتاری موشک هوا کردند، کلی هم پروپوکان و کلی هم اینور حالا برسه موشک هم تو زنان فرار کرده است رفته پونور همراه شده برسه رفته چون خبر ازش نیست من از کجا رفته این موشک خودش قایم کرده در رفته زدنش پودرش کردن دیگه موشک هست نیست. یه سخنگوی وزارت دفاع ایران تایید کرده است پرتاب موشکی روز پنجشنبه برای استقرار سه محموله در مدار زمین ناکام مانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز احمد حسینی در مستندی درباره پرتاب دست از سیمای جمهوری اسلامی گفت برای که محموله وارد مدار شود باید به سرعت بیش از 7600 متر در ثانیه برسد. ما 7350 رسیدیم. پرتاب موشک بی تربیت موشک عجب بی شعور بوده 7350 رسیده. پرتاب موشک ماهواره بر واکنش منفی آمریکا و فرانسه و آلمان روبرو شده است. البته موشک رو خودشون میزنن کار نداره ولی یقهشون رو میگیره که شما چرا موشک فرستاده بودین جرات جرات چی بودین بازی است که در آوردن. البته فرانسه بهتون میگم جرات چی هست. آمریکا و آلمان ایران رو متهم کردن که با این اقدام قطعنامه 2031 شورای امنیت سازمان ملل متحد رو نقض کرده است. اینا بی هیچ فایده نداره. خدمت شما عرض کنم که من جرار ویان داره که دیگه خواهم بود جرار ویان چی هست و چرا فرانسه ای وسط سرش به کلاه مونده رو خواهم گفت بهتون تو اینجا بخواهم بگید جا نمیشه الان نه دقیقه شده ولی اونجا خواهم گفت چند خبر دیگر میخونم اون کلیم تا فرانسه تقدیم کنم. دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران در گفتگوی درباره بحران آب در ایران تاکید کرد که آب را نمیتوان چاپ و تکثیر کرد و این ماده حیاتی را فقط به روش های تجربه شده و موفق کشور پیشرفته میتوان مدیریت کرد. شیره رو خورد و گفت شیرین است دمت گرم بابا. علیرضا شریعت در گفتگو با ایلنا اظهار داشت دیگه زمان انجام کارهای پرهزینه غیر کارشناسی و احساسی نیست و فرصت چندانی نداریم. یادمان باشد چالش کمبود آب چالشی نیست که بتوان با چاپ اسکناسی به پشتوانه و یا استقلال از بانک مرکزی و به صورت مقطعی از آن عبور کرد. او درباره واردات به عنوان راهکاری برای حل بحران آب در ایران پرسشی را درباره انتقال آب از کشور همسایه مطرح کرد. آیا می‌دانیم که برای انتقال آب از کشوری مثل تاجیکستان حداقل به 500 کیلومتر تونل و خط انتقال نیاز است؟ نه نمی‌دونیم. شما خوشو گفتی که علاوه بر نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار زیاد قیمت هر متر مکعب آب به حدود 60 تا 70 هزار تومان می‌رساند. آیا قرار است از کشوری مثل افغانستان که ده ها سال جولانگاه عناصر شورشی است
و در حال حاضر هم چشمانداز روشنی در در ثبات سیاسی آن مشاهده می شود. وارد معاهده وارد آب داریم، وارد آب شویم. جهان در سال 2021 از امید با واکسن کویتا نگرانی از سوی اومیکرون. آغاز سال 2021 میلادی پایین همه‌گیری و کاهش تنش‌های سیاسی در سطح جهان را نوید می‌داد. آغاز کارزار واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در سطح جهان و روی کار آمدن دولت جو بایدن در ایالات متحده آمریکا با وعده مقابله جدی‌تر، خیلی جالبه، با شیوع کرونا در سیاست متفاوت از دولت قبلی، روزنهای امید درباره 2023 شدند. در پایان سال گرچه گره از بعضی مشکلات گشوده شد، اما شیوع جدید اومیکرون به نگرانی دامن زده. بعضی کشورها محدودیت‌های دوران اوج شیوع را بازگرداندند. شما تا راه رو یاد نگیرید، تا نیایید و از این حق‌کشی‌ها و از این ظلم و ستم ها دست بر ندارید، کرونا که چی؟ کرونا هم پدرتون در میاره. خب من داستان تعریف کنم، مال امروز برم بدگیری بحثاتون کرد. یه سری از افراد هستن که من خب داشتن ارتباط دارم باشون، چند تا ایرانی توش هستن و اینها سالی و سال با هم کار میکنیم، کار تحقیقاتی میکنم، من هم گاهی اظهار نظری میکنم. بعد میگفت تو کلیپات خیلی چیز میکنی. میگفت ما کلیپات تو آلمان با بعضی ایرانی با فیلتر شکن میبینیم، چون اونجا کانال تو رو یوتیوب تو رو چیز کردن، با اون یه کاری کردن که نتونیم بگیریم. گوه محمدی ما ساله سال شما 10-11 سال آقل با شما کار کرد میشستیم، خیلی ادعات میشه که ایران آینده دنیا دست ایران هست. گفتم شک نکنید، چون با سابقه ترین کشور دنیاست، ریشه در خاک داره، در عمق هزاران زیر خاک داره. این امتیاز بزرگی واسه کشور ایران، مردم باهوشی داره، مردم پرتراشی داره، مردم میده پر سابقه تر. چرا با شما مبارزه کردند؟ همه دنیا علیه شاه، چون شاه قدیمی ترین سیاستمدار دنیا بود. و بچه‌م گول، گفتم بهتون، گول کسایی رو خورد که اینا مذهبی بودن و مردم گول خوردند. مردم گول خوردن، شاه گول خورده. شاه حواسش جمع بود، گفت اتحاد سرخ و سیاه بگذاریم. گفتم اگه شاه بود الان چیکار میگفت؟ دنیا گلستان بود. گفتم باریکلا. ولی ایران یک فرد نیست، یک کشوره، یک تاریخه، یک مبناست. گفتم ناصرالدین شاه روز عید بود و در دربار همه رو جمع کرد، میره تو وزرا هم بدن پیش اینا. گفت رو هم کریم شیری اذیتش کنه. گفت چه اون قربان؟ گفت من به هر کنونی های تو خواه بدن دستون بزیر پیزی پاس رو قایم کنید. وقتی کریم اومد نشست، من امر میکنم که هر که ظرف 5 جریه یه تخم مرغ ازش در آورد برنده است، در نیاورد سرش میزنید. جلاد هم گفت وسط کیسه چرش پنگ کرد و بعد شاه امر کرد که خلاصه تا 5 دقیقه باید هر کسی تخم بکنه وگرنه میکشیمش. کریم شاه جواد جو یار نگاه کرد نه دید نه یواش یواش تخم رو در میاره، 1-2-3-4-5-10-15 تا بلند رفت وسط و شروع کرد دستش به هم زدن. گفت قوقلو قوقو. گفت چیکار میکنی؟ گفت این همه مرغ یه خروس میخواد. گفتم بپذیرید که ایران خروس آینده شماست. حالا دوباره از بخواست تکرار کنم و ضبط کرده و افسر هم، ولی این واقعیتی است، چون هر چیز خوبی که در دنیا هست در ایران و در وجود ایران جماعت هست، شک نکنید. کسی که بتونه ببخشه بزرگترینه. یه فیلم پیکی، تو فیلم پیکی یه تیکه داره که این پسره قصهش واسه دختره تعریف میکنه. بعد دختره بهش میگه که تو اینو به کسی هم گفتی؟ میگه نه نه نه. یه بچه رو به من گفتی؟ گفت زمانی که آمدم اینجا همه از من پول کندن، از من پول گرفتن، تو تنها کسی بودی که من پول دادی. خیلی حرف بزرگی، تنها کسی من پول دادی و بهت اعتماد کردم. کشوری رو به تمام کشورها کمک کرده، بعد از جنگ جهانی دوم به تمام کشورها شاهنشاه کمک کرده. و شماها نالایق ترین کشور دنیا هستید و حقتون سرش سرتون بیاد. هنوز کجاش دیدید؟ من این 30 سال 25 سال پیش گفتم میای در خونه ایرانی گدایی میکنید، در خونه ایرانی میاد اینجا برای کار به التماس میافتید. کی یکی گفتم؟ 30 سال پیش گفتم، 25 سال پیش گفتم، 20 سال پیش، 15 سال پیش، الان دارم میگم، باز تکرار میکنم. چون این نواختی مینوازند هست، این پول حرام هست، این کثافت هست، خون و چرک ملت ایران هست. از این میخوام رشد کنی، عقل بسون نه زایی بشه نمیشه به کارش. به امروز دچار میشه اون سش نفیدن اولش.
ایام بخوام روزگار خوش.